باید بگم که پس از قتل هولناک مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون، اتحادیه اروپا واکنشی بسیار سریع و قوی در محکومیت رژیم ایران داشت. ما نه تنها به صورت علنی با پیام‌های واضح از مردم ایران حمایت کردیم، بلکه تاکنون حداقل 7 بسته تحریمی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر تصویب کردیم که آخریش روز گذشته در لوکزامبورگ به تصویب رسید. ما الان در باب وضعیت حقوق بشر در ایران کم و بیش نزدیک به 238 فرد یا مورد داریم که حدوداً 2 برابر بیشتر از زمان قبل از شروع اعتراضاته و الان در صدد هستیم که کلیت سپاه پاسداران رو در لیست قرار بدیم. تا کنون ما افراد و نهادهای از سپاه رو تحت تحریم‌های مختلفی در اتحادیه اروپا قرار دادیم، اما در این مورد به خصوص میدونید که بحث بین کشورهای عضو بر سر 2 مسئله است. اول خصومت سیاسی و دوم موانع قانونی که باید ازشون گذر کنیم. سوال دیگری که هست اینه که تا چه اندازه باید بین فشار آوردن و گفتگو تعادل ایجاد کنیم. این دقیقا خلاصه نتیجه گیری هایی است که ما داشتیم و کشورهای عضو هم از این تعادل بین فشار آوردن و گفتگو حمایت می کنند، به دلیل اینکه گفتگو به ما اجازه می ده که نگرانی هامون رو مطرح کنیم، از جمله نقض حقوق بشر، مسائل کنسولی و بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران. با همکاری ضعیفتر با رژیم ایران که در حال حاضر در سطح 2 جانبه اتفاق میفته، متاسفانه ارتباط ضعیفتری با مردم ایران و نقض حقوق بشر داریم. اما در این حال پیام بسیار روشنی رو به مقامات ایرانی میده که ما نمیتونیم مراوداتمون رو مثل قبل با شما داشته باشیم.